آشنایی با کتابخونه متریال در نرم افزار 3D استودیو مکس 2018. در این قسمت سمت چپ پنجره متریال انواع کتابخونه متریال ها قرار داره که در ادامه به توضیحات این مواد میپردازیم. استفاده از مواد بلند به معنای مواد مخلوط، این نوع مواد به ما اجازه میده که دو جنس رو با یکدیگر مخلوط کنیم و اون رو به یک سمت سطح موضوعات نسبت بدیم. با استفاده از کامپوزیت به معنای مواد مرکب، مواد مرکب به دست اومده از ترکیب ده‌ها ماده یا بیشتر رو کامپوزیت میگن. دایرکت شیدر برای نمایش سایه این نوع ماده از امکانات سایه پردازی استفاده میشه. با استفاده از دابل سایدد مواد دو سمت، این نوع مواد به ما اجازه میده که دو جنس متفاوت رو به پشت و روی موضوع سه‌بعدیمون نسبت بدیم. با استفاده از متریال اینک، این مواد یک منظر کارتونی به موضوع سه‌بعدی ما میده. با استفاده از مت شادو، مواد مات و سایه، موضوع ماتی رو در نظر میگیره که نقش محیط اطراف رو در خودش آشکار میکنه و مواد مت شادو مخصوص ساخت موضوعیه که از درون موضوعات مات دیده میشه. یک موضوع مات عامل نامشخصی در صحنه است، اما توانایی دریافت طرح سایه رو از دیگر موضوعها داره. مورپر، مواد مربوط به اصلاحگر مورپد، با استفاده از این مواد از طراحی برای چین و چروک صورت یا پیشانی و برای طراحی کاراکتر لب استفاده میشه. مولتی ساب آبجکت، مواد مربوط به اشیای فرعی، این نوع مواد جنسیتی چنگانه داره و به سطوح مختلف اشیای فرعی یک موضوع نسبت داده میشه. مبنای این مقادیر مربوط به شماره شناسنامه اشیای فرعی موضوع که در قسمت آیدی میتونیم برای اونها یک متریال رو یا یک عدد رو در نظر بگیریم. شل متریال، مواد پوسته‌ای، این نوع ماده برای ذخیره سازی بافت های پرداخت شده نما به کار میره. این نوع مواد در فرایند پرداخت بافت ها به کار میره. با استفاده از چلک، مواد لاکی یا شفاف، این ماده ترکیبی از دو ماده است که روی جنس دیگه قرار میگیره که اون جنس ثانویه تحت تاثیر ترکیب افزایشی مواد قرار میگیره و یک ماده شفاف یا لاکی رو به ما ارائه میده. با استفاده از مواد تاپ باتوم، ماده بالایی پایینی، این نوع ماده به ما اجازه میده که دو جنس متفاوت رو به وجوه بالایی و پایینی یک موضوع نسبت بدیم. اکسرف متریال، مواد موجود در مراجع خارجی، امکان استفاده از ماده موجود در یک صحنه در صحنه دیگر رو به طریقی از فرماندهی ماده مورد بحث قرار میده. در این قسمت چند متریال داریم؟ ادوانس لایت، مواد مربوط به ارجعیت نورپردازی پیشرفته، این ماده به ما اجازه میده که بیدرنگ خواص مربوط به مواد ادوانس لایت، مواد مربوط به ارجعیت نورپردازی پیشرفته رو در اختیار ما قرار میده. با استفاده از متریال معماری، این گروه از مواد تنظیم هایی رو برای تغییر ویژگی های فیزیکی یک ماده مورد استفاده در مصرف های ساختمانی در اختیار ما قرار میده که با استفاده از این متریال میتونیم یک صحنه بسیار واقعی رو ایجاد کنیم. با استفاده از مواد استاندارد، این مواد شرحی از چگونگی انعکاس یا عبور دادن نورها از یک ماده رو شامل میشه که در استفاده از متریال ها کاربرد زیادی داره. در قسمت پایین کتابخونه رنگ ها مپ ها قرار دارن که با قرار دادن مکان نما بر روی نوار پیمایش میتونیم انواع مپ ها رو ببینیم. با استفاده از بیت مپ ها میتونیم بافت های مختلفی رو روی موضوع سه‌بعدی ایجاد کنیم که میتونه این بافت ها دو بعدی یا سه‌بعدی باشن.